حتما شما هم درخشش چشم های گربه که گهگاهی آدم رو میترسونه دیدید. ولی دانشمندان میگن این به دلیل پرده‌ای در جلوی چشم های گربه است که با تابیدن نور بر اون درخششی از خودش ساطع میکنه. گربه از جمله حیواناتیه که سالهای بسیار در بین انسانها زندگی کرده و به نوعی با انسانها و رفتارشون خو گرفته. اما با وجود این که سالهای زیاد گربه در بین انسان هاست، برخی موارد که هنوز هم در باب این پستاندار جالب مبهمن وجود داره. از این موارد یکی اینه که چشمای گربه در شب به طرز عجیبی می درخشه. این که درخشش چشم گربه در شب به چه خاطره موضوعیه که در این برنامه بهش خواهیم پرداخت. بنابراین اگر برای شما هم سوال بوده که دلیل این درخشش نورانی چیه، این برنامه رو تا آخر دنبال کنید. چند وقت پیش یک ویدیو مربوط به یک گربه جذاب در فضای اینترنت پخش شده بود. مهمترین موردی که توجه همه را به خودش جلب کرده بود، درخشش چشمای اون گربه بود. اوضاع به گونه ای بود که برخی صرفاً این ماجرا رو مختص اون گربه می دونستن و توضیحاتی عجیب و غریب در بابش هم پیچیده بود. اما درخشش چشم گربه در شب امریست منطقی و البته علمی و صرفاً مختص اون گربه نیست. علت درخشش چشم گربه در شب اینه که یک بافت در پشت شبکه چشم اون وجود داره که در مکانهای تاریک مانند یک آینه عمل میکنه. یعنی نور رو بازتاب میده و باعث میشه که گربه بتونه در محیط تاریک چیزها رو ببینه. در واقع این بافت نه کاملا مانند یک آینه، بلکه مانند چراغ قوه عمل میکنه. چشم ما انسان ها فاقد این بافته و به همین دلیل در شب درخششی در چشم های ما نیست. البته اگر بخوایم از دیدگاه تکاملی به ماجرا نگاه کنیم، دلیلی برای وجود چنین بافتی در چشم انسان وجود نداره. در واقع انسان و چشم‌هاش با استفاده در روز سازگار شدن، نه شب. اما با این حال ممکنه این پرسش در ذهنتون بیاد که چشم انسان هم گاهی برخی نورها رو بازتاب میده، مثلا نور فلاش دوربین. اما این ماجرا به خاطر ساختار چشم انسان نیست، بلکه به سبب ساختار فلاشه. در واقع این نور طوری طراحی شده که بتونه چیزها رو منعکس کنه. اگر دقت کرده باشید، بازتاب نور فلاش در چشم انسان ها عمدتاً قرمزه. این امر به اون سببه که به هنگام ورود نور به شبکیه ی چشم و برگشتن و بازتاب خوردن از اون، این نور از رگ‌های خونی عبور می‌کنه. در واقع به سبب رگ‌های داخل چشمه که نور به رنگ قرمز دیده میشه. اگر تا الان از درخشش چشم گربه میترسیدید، از الان به بعد میدونید که این درخشش صرفاً بازتاب نوره. بد نیست بدونید راز چشمای گربه در چیست. تا حالا از نزدیک چشمای اون رو نگاه کردید؟ حتماً خط عمودی مردمه که چشم اونها توجهتون رو جلب کرده. دلیل این شکل غیرعادی و مرموز چیه؟ در یکی از تازه‌ترین نتایج تحقیقات علمی به این مسئله پرداخته شده و علت رو خصلت شکارگری گربه‌سانان می‌دونند. بر اساس تحقیقی در نشریه علمی معتبر پیشرفت‌های علم، ظاهراً مردمک‌های عمودی از جمله بارزترین مشخصات شکارچیانند. البته شکارچیان کمینگر شب فعال. پژوهشگران به این جمع‌بندی رسیدند که به احتمال زیاد این شکل از مردمک سریع‌ترین و بهترین راه ممکن برای تعیین فاصله است. لازم به ذکر است که این تحقیق صرفاً حاصل مطالعه روی گربه‌های خانگی نیست و گونه‌های مختلفی از گربه‌سانان بررسی شدند. راز چشمان شکار و شکارچی. علاوه بر مردمک عمودی گربه سانان شب فعال، شکل و حالت مردمک در دیگر حیوانات هم راز و رمزهایی دارد. مطالعات نشان می دهد مردمک های افقی و مربع شکلی هم در حیواناتی مانند گوسفند، قوچ و میش دیده شده. احتمالاً با نحوه زیست آنها ارتباطی وجود دارد. این مردمک های عجیب به این نشخوار کنندگان کمک می کنند که محیط اطراف و افق دور دستشان را دقیق بازبینی و اسکن کنند. از طرف دیگر برخی مردمک ها هم هستند که شکل آنها مدور است. مردمک های مدور را می توان در حیوانات شکارچی روز فعال دید. چشم گربه ها جادوی اساطیر.
یکی از محققان دانشگاه کالیفرنیا درباره تفاوت بینایی در حیوانات مختلف تحقیق می‌کند. این پژوهشگر در مصاحبه با بخش خبری لایف ساینس گفت حیوانات شکارچی مردمک‌های عمودی و حیوانات شکار مردمک‌های افقی دارند. همچنین خاطر نشان کرد که این نظریه به دهه 40 میلادی باز می‌گردد. اما واقعیت این است که تا حالا چرایی و چگونگی این تفاوت بررسی نشده. این دکتر و تیم همکارش برای پی بردن به این مسئله که آیا واقعاً یک اتفاق است یا حقیقتی علمی شروع به مطالعه کرد. آنها شکل مردمک 214 گونه جاندار را از نظر موقعیت زیستگاهی، نحوه تغذیه و زمان فعالیت بررسی کردند. در این مطالعه ماهیان و پرندگان به علت پیچیدگی و تفاوت در محیط زندگیشان به عمد کنار گذاشته شدند. بررسی ها نشان داد شکل مردمک اغلب گربه سانان و مارها که عادت به کمین کردن دارند شبیه یک شکاف عمودی است. جالب اینجاست که این مسئله به ویژه درباره حیواناتی مصداق پیدا می کند که شب فعال هستند. دکترها معتقدند دلیل این مسئله را باید در عمل کرده چشم ها جست. اغلب گربه سانان شبگرد عادت دارند از روی درخت یا بلندی روی شکارشان بپرند. از همین رو لازمه بتونن خیلی دقیق نه تنها فاصله خودشون از شکار بلکه حتی عمق را هم محاسبه کنند. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.